تا زمانی که هماهنگی میان افغانستان، پاکستان و جامعه جهانی به وجود نیاید، جنگ در افغانستان ادامه خواهد داشت. سخنگوی ایساف با اشاره به این موضوع میگوید پناهگاه‌های دهشت افغانان باید به صورت مشترک تخریب شوند تا جنگ در افغانستان پایان یابد. در همین حال وزارت دفاع میگوید پناهگاه‌های دهشت افغانان در بیرون از افغانستان قرار دارد و باید برای تخریب آن اقدامات جدی صورت گیرد. کریستین جکوبسن سخنگوی ایساف در یک نشست خبری مشترک با ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع اتخاذ تدابیر امنیتی برای برگزاری لوی جرگه از سوی نیروهای امنیتی افغان را ستود، اما تاکید کرد برای تامین امنیت بهتر در افغانستان باید میان افغانستان، پاکستان و جامعه جهانی هماهنگی به وجود آید. نامنی و شورشگری در افغانستان زمانی میتواند ریشه‌کن شود که میان افغانستان، پاکستان و جامعه جهانی هماهنگی به وجود آید. بنابراین فکر میکنم که با این کار افغانستان میتواند از یک ماحول امنیتی مطمئن برخوردار شود. در این حال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی فعالیت نیروهای اردوی ملی را در ماه‌های گذشته ستوده افزود برای بهبود اوضاع امنیتی در شماری از مناطق نزدیک به 3000 نیرو مصروف فعالیتند. و همچنان تاکید کرد برای ایجاد صلح و ثبات در کشور باید پناهگاه‌های دهشت افغانان در بیرون از افغانستان تخریب شوند. تا زمانی که پایگاه‌ها، قرارگاه‌ها، مراکز تولید و ریشه‌های تروریسم در بیرون از افغانستان وجود داشته باشه، ما و شما به امنیت کامل نخواهد رسیدیم و منطقه به امنیت کامل نخواهد رسید و جهان تهدید خواهد شد. یگانه راه حل امنیت کشور ما و شما، امنیت در منطقه و همچنین برداشتن تهدید از علیه بشریت و جهان اینه که منابع و ریشه های تروریسم بیرون از افغانستان که جایشان بسیار مشخص و معینه باید پاکسازی شه و از بین بره. مقام های وزارت دفاع همچنان میگویند در جریان ماه گذشته دو عامل انتهایی را که برای مختل ساختن لوی جرگه سنتی آماده می شدند با همکاری امنیت ملی در ساحه پل چرخی کابل بازداشت کردند. آنان می افزایند عملیات ها بر ضد شورشیان در جریان زمستان نیز ادامه خواهد داشت. 31 ولایت افغانستان به دلیل خشکسالی جدی زیانمند شده است. رئیس کمیته اصرار در نشست عمومی ولسی جرگه با بیان این مطلب افزود در شماری از مناطق آمادگی های لازم صورت گرفته است. اما اعضای ولسی جرگه با انتقاد شدید از رئیس این اداره گفتند کمیته اصرار تا حال هیچ اقدام موثری برای آسیب دیدگان انجام نداده است. از سوی دیگر اعضای ولسی جرگه خواهان استعفای وزیران مالیه، تجارت و اقتصاد به دلیل عدم تطبیق نرخنامه گاز و تیل شدند. رئیس کمیته حالات اضطرار که در یک نشست عمومی ولسی جرگه فرا خوانده شده بود با انتقاد شدید اعضای مجلس روبرو شد. عدم کمک های لازم در ولایت دوردست افغانستان در فصل سرما از مواردی بود که اعضای شورابان اشاره کردند. نظر به تعداد واجی برای جمعان 200 هزار کمیت در 14 ولایت بیشترین آسیب دیده شامل بلخ، بدخشان، سرپل، سمنگان، بغلان، جوزجان، فاریاب، کندز، تخار، بادغیس، غور، بامیان، دایکنډي و هرات که توسط کمیته مشترک وزارت زراعت با ارگانهای دیگر از طرف دبلیوپی ارزیابی شده بود. این ولایت شدیدا آسیب پذیر است. البته قابل تذکر است که امسال از جمله 34 ولایت در حدود 31 ولایت در اثر خشکسالی متضرر شد. اعضای مجلس وزارتخانه های تجارت، اقتصاد و مالیه را نیز مورد انتقاد قرار داده و گفتند به دلیل عدم تطبیق نرخنامه گاز و تیل وزیران مربوطه باید استیضاح شوند. یا هم زده استیضاح طرفدار مخالف نیم، مگر پدیش مش وایو چی تیر دوره کی چون وقت ما خموش دنور وزیر سایبانو استیضاح پنظر کیوا ولی اگه موضوع خموش است.
اعضای مجلس نمایندگان از تیم واحدی که قرار است در کنفرانس بن دوم اشتراک کنند نیز انتقاد کردند و افزودند اعضای این تیم از سوی حکومت‌های موازی که در افغانستان فعالیت دارند معرفی شدند و اجگاهی از پارلمان کشور نمایندگی نمی‌کنند.